بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان بیننده هستم. سرخط خبرهای امشب: مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا از طریق شبکه امام حسین علیه السلام به همه زائران، بالاخص زائران ایرانی، تاکید می‌کنیم که در صورت بروز حادثه به هیچ وجه به آن مکان نزدیک نشوند. راه اندازی موکب مرکزی خدمات رسانی توز خرماتو به زائرین اربعین در جاده یا زینب و طبق فرایند جدید میکروپلاستیک ها به ماده شگفت انگیز و ارزشمند گرافن تبدیل می شوند. تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز یکشنبه میزبان سرتیب عباس الربیعی مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا بود. جزئیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم. سرتیب عباس الربیعی مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا با حضور در برنامه سلام کربلا، برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام، اظهار داشت اداره آتش نشانی های شهر مقدس کربلا برای ایام مبارک زیارت اربعین برنامه کاملی را طراحی کرده و بعد از زیارت عرفه تا کنون مشغول بازبینی تمامی ساختمان ها، هتل ها، مغازه ها، فروشگاه ها و بازدید از پروژه های بزرگ، کسب و کارهای متوسط و کسب و کارهای کوچک بوده است. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا در رابطه با نتیجه بازدیدهای صورت گرفته گفت: پس از بازدیدها، بررسی تخلفها نسبت به استانداردهای آتش نشانی صورت می‌گیرد و افراد ملزم به رعایت ابزارهای پیشگیرانی و امنیتی می‌شوند و از طرف دیگر با برگزاری همایش‌ها و گزارش‌های تلویزیونی و انتشار پوسترها و بروشورها در سطح شهر و ادارجات و دانشگاه‌ها اقدام به فرهنگ‌سازی در این زمینه می‌کنیم. وی در ادامه افزود: در همین راستا دو جلسه با مدیریت مواکب حسینی برگزار و از اصحاب مواکب درخواست شده که وسایل اطفای حریق و ایمنی را تهیه کنند. همچنین تأسیسات برق موجود در این مراکز مورد بررسی قرار گرفته و از اهل مواکب درخواست شده که حداقل دو کپسول آتش نشانی در موکب خود داشته باشند تا بتوانند با هر حادثه ناخواسته‌ای که در داخل موکب صورت می‌گیرد به سرعت روبرو بشوند. سرتیب عباس الربیعی تأکید کرد همچنین از مواکب خواسته شده که کپسول‌های گاز حتی امکان به دور از اجاق‌های گاز قرار گیرند و علاوه بر آن مواظب باشند تا در هنگام کار در موکب‌ها از کارهایی که منجر به ایجاد خطر می‌شود بپرهیزند. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا در مورد موکب‌های سایر کشورها از جمله موکب ایرانی‌ها اظهار داشت: از این موکب‌ها نیز درخواست شده که جوانب ایمنی و پیشگیرانه را رعایت کنند، چرا که شهر مقدس کربلا و ازدحام جمعیت در این شهر ابداً امکان هیچ گونه حادثه آتش‌سوزی را نمی‌تواند پذیرا باشد. وی در ادامه گفت: در داخل شهر مقدس کربلا بیش از 82 ماشین آتش نشانی داریم و در محورهای ورودی مانند محور شمالی، جنوبی و شرقی و غربی شهر کربلا نیز ایستگاه‌هایی داریم که در آنجا در خدمت زائران هستیم. سرتیب عباس الربیعی در ادامه با دیگر توصیه‌های صورت گرفته به مواکب گفت: از طریق پوستر و بروشور به مواکب اطلاعات لازم داده شده که چگونه تأسیسات برقی خود را نصب کنند، چرا که وقتی تأسیسات برقی به درستی نصب شوند و از آتش نیز دور باشند اتفاق خاصی نمی افتد. اما اگر این مسئله رعایت نشود و حادثه ای رخ دهد، عوامل آتش نشانی وارد عمل می شوند. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا با تاکید بر آمادگی 24 ساعته و در طول سال این اداره به منظور مراقبت از شهر مقدس کربلا گفت:
چون این شهر سالیانه محل ورود زائران فراوانی است، با پشتیبانی شهرداری، ماشینالات، دستگاه‌های ما به روز شده و کادر داوطلب نیز به ما می‌پیوندند و ماشینالات و داوطلبان جدید هم در مسیر هستند تا در آینده به ما بپیوندند. وی در ادامه گفت: ما از طریق شبکه امام حسین علیه السلام به همه زائران، بالاخص زائران ایرانی تاکید می‌کنیم که در صورت بروز حادثه به هیچ وجه به آن مکان نزدیک نشوند. سرتیب عباس الربیعی با تاکید بر این نکته که دایره امنیتی اول در حوادث 100 متر و دایره دوم 200 متر است افزود: این مناطق برای ورود ماشینالات آتش نشانی قرنطینه می شوند تا بتوان به راحتی افرادی که در حادثه گرفتار شدند را نجات یابند و همچنین نیروهای آموزش دیده برای نجات افرادی که در حوادث گرفتار می شوند با تجهیزات سبک و سنگین خود می توانند وارد عمل شوند. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا به مواکب حسینی توصیه کرد که حتی الامکان کپسول های گاز را از آتش دور نگه داشته و شرایط ایمنی را رعایت کند. همچنین سیمکشی برق خود را دائما مورد بازبینی قرار داده و اگر خدایی نکرده حادثه ای رخ داد، راه را برای ماشین های آتش نشانی باز کنند تا بتوانند به خوبی به وظیفه خود عمل کنند. چرا که تجمع گرداگرد مکان حادثه دیده اصلا صحیح نبوده و موجب کندی کار می شود. وی در پایان تاکید کرد از طریق این شبکه امام حسین علیه السلام از همه زائران می خواهیم تا اگر حادثه ای رخ داد از مکان حادثه دور بشوند و به این ترتیب نیروهای آتش نشانی را کمک کنند تا بتوانند به خوبی به وظیفه خود عمل نمایند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شبکه فاکس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داده است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، دست کم 32 دادستان به قتل رسیدند. با انتشار گزارشی در مورد وضعیت این شبکه روز شنبه 27 مرداد با انتشار گزارشی در مورد وضعیت دادستان‌های نظام پیشین افغانستان نوشته است که در این مدت حدود 100 دادستان دیگر زخمی شدند و یک دادستان افغانستان به این شبکه گفته که در حال حاضر 50 دادستان دیگر از حکومت پیشین در بند طالبان به سر می‌برند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. گفته شد از میان 32 دادستان که به قتل رسیدن، 3 نفر آنان زن هستند. مقامات کشور عراق مرگ دست جمعی ماهی ها در باتلاق های جنوب این کشور را فاجعه زیست محیطی و اقتصادی نامیدند. حسین المریانی، یکی از اعضای شورای استانی میسان، روز گذشته طی سخنان اظهار داشت: مرداب های هویزه شاهد مرگ میلیون ها ماهی به دلیل عدم رهاسازی آب و در نتیجه کمبود اکسیژن بوده است. گفتنیست مرداب های هویزه که بین استان های میسان و بصره در مرز عراق و ایران قرار دارد، مساحتی در حدود 1377 کیلومتر مربع است. این مرداب ها همراه با باتلاق های مرکزی زمانی بزرگترین اکوسیستم تالاب در اوراسیای غربی بود. رسانه‌ها و مقام‌های ترکیه از آتش‌سوزی گسترده در ازمیر، یکی از شهرهای پرجمعیت این کشور، خبر دادند که وارد سومین روز خود شده و تلاش‌ها برای مهار این آتش‌سوزی ادامه دارد. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که در پی آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های شهر تفریحی ازمیر، تا اکنون صدها نفر از منازلشان تخلیه شده و به جاهای امن منتقل شدند. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، اظهار داشت تا کنون 900 نفر از ساکنان 5 منطقه آسیب دیده از این آتش سوزی در ازمیر به جاهای امن منتقل شدند. نیروهای پشتیبان سری با حمله به روستایی در ایالت سنار در پی مقاومت مردم محلی به روی آنها آتش گشودند و افراد زیادی را کشتند. جنگ بین ارتش نظامی سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبان سری به رهبری محمد همدان داگالو تا کنون حدود 150 هزار کشته، بیش از 10 میلیون آواره بر جای گذاشته و کشور را تا آستانه قحطی کشانده است. هر دو طرف به جنایات جنگ از جمله هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و محدود کردن کمک‌های بشردوستانه هم
متهم شدند. کافئین بر سیستم عصبی خودمختار بدن که ضربان قلب و فشار خون را کنترل می کند تأثیر می گذارد و ممکن است به قلب و همچنین سایر ارگانهای بدن استرس وارد کند. محققان می گویند که مصرف بیش از 400 میلی گرم کافئین، تقریباً 4 فنجان قهوه یا نوشیدنی انرژیزا در روز می تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را در افراد افزایش دهد. کافئین زیاد موجود در قهوه، چای و نوشیدنی‌های انرژیزا ممکن است ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهد که این امر بر میزان خطر بیماری‌های قلبی تأثیر می‌گذارد. شهرستان توز خرماتو واقع در جاده یازینب برای اولین بار شاهد راه اندازی موکب بزرگ مرکزی برای خدمت رسانی به زائران اربعین امام حسین علیه السلام می باشد. راه اندازی این موکب پس از ادغام چندین موکب کوچکتر برای ارائه خدمات بهتر و جامع‌تر به زائران اربعین حسینی که از این شهر عبور می کنند صورت گرفته است. این موکب مرکزی علاوه بر زائرانی که از شمال عراق به سمت کربلا می روند، به زائران از کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، ترکیه و ایران خدمات رسانی می کند. شهر توز خرماتو در مسیر اصلی جاده یا زینب قرار دارد که بسیاری از زائران اربعین حسینی در مشایع سالانه خود به سمت کربلای معلا این راه را طی می کنند. همین امر این موکب را به مرکزی مهم برای ارائه خدمات لوجستیکی و پذیرایی از زائران اربعین حسینی در این مشایع و سفر معنوی تبدیل می کند. همساله میلیون ها تن زباله پلاستیکی اقیانوس ها و مناظر طبیعی را آلوده می کند و تهدیدی جدی برای حیات وحش و اکوسیستم ها به شمار می رود. اگر بتوانیم خطرات زیست محیطی میکروپلاستیک ها را به چیزی واقعا ارزشمند مانند گرافن تبدیل کنیم، اتفاق مطلوبی رخ خواهد داد. همکارم در گزارش خود این مسئله را واکاوی کرده که با هم می بینیم. برخی از دانشمندان مبتکر و آینده نگر در دانشگاه جیمز کوک راهی برای تبدیل میکروپلاستیک‌ها به گرافن یافتند. گرافن ماده قابل توجهی است که به دلیل استحکام، رسانه‌ای و تطبیق پذیری فوق‌العاده‌ای که دارد شناخته شده است. این ماده قابل تغییر در صنایع مختلف از الکترونیک گرفته تا ذخیره‌سازی انرژی موج ایجاد می‌کند و راه را برای پیشرفت‌های فناوری جدید هموار می‌کند. میکروپلاستیک ها که بزرگتر از دانه کنجد نیستند، آسیب قابل توجهی به زندگی دریایی، حیات وحش و به طور غیر مستقیم به انسان وارد می کنند. این میکروپلاستیک ها به دلیل ماهیت تجزیه ناپذیر و نامحلول خود در آب، تهدیدی در حال تکامل برای ماهی ها، حیوانات و انسان ها هستند. آنها به قطعات کوچکتر تبدیل شده و به زنجیره های غذایی نفوذ می کنند و به طور بالقوه در بشقاب های غذای ما فرود می آیند و بدتر از همه در جذب آلاینده های عالی مضر مهارت دارند. این ماده فوق‌العاده کربن با ضخامت یک اتم از فولاد قوی تر، از الماس سخت تر و از آلومینیوم سبک تر است. اما نکته یه جالب آن است که همین ماده میکروپلاستیک با مقدار تقریبا 30 میلی گرم تقریبا 5 میلی گرم گرافن را میتواند در یک دقیقه تولید کند. این میزان تولید به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه قبلا به دست آمده میباشد و جایگزینی ساده تر و سازگارتر با محیط زیست برای تکنیک های فعلی ارائه میکند. این تکنیک نه تنها میکروپلاستیک ها را به طور مؤثر به گرافن تبدیل میکند، بلکه جایگزینی ساده تر و سازگار با محیط زیست را برای روش های بازیافت فعلی ارائه می دهد. گرافن که اغلب از آن به عنوان ماده شگفت‌انگیز یاد می شود، با خواص خارق العاده‌اش متمایز می شود و همانطور که اشاره شد از استحکام قابل توجهی برخوردار است، در حالی که به طور شگفت‌انگیزی سبک است و همچنین الکتریسیته را کارآمدتر از مس هدایت می کند. گرافن با ساختار منحصر به فرد خود، یعنی به اندازه فقط یک اتم ضخامت، انعطاف پذیری و شفافیت از خود نشان می دهد.
این ویژگی های استثنایی راه را برای تعداد بیشماری از امکانات از تبدیل الکترونیک تا بهبود فرایند های تصفیه آب هموار می کند. پیامد های این تحقیق گسترده یک نقطه عطف مهم برای علم محیط زیست است. این تحقیق نه تنها پیشگام رویکرد جدیدی برای سنتز گرافن است، بلکه به هدف گسترده تر یعنی کاهش اثرات نامطلوب آلودگی میکروپلاستیک بر اکوسیستم های ما کمک می کند. در حالی که این یافته ها موجی از خوشبینی را به همراه دارد، اما باید به خاطر داشته باشیم که مبارزه ما با آلودگی پلاستیکی هنوز به پایان نرسیده و راه طولانی در پیش است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مدیر اداره آتش نشانی شهر مقدس کربلا از طریق شبکه امام حسین علیه السلام به همه زائران، بالاخص زائران ایرانی، تاکید می‌کنیم که در صورت بروز حادثه به هیچ وجه به آن مکان نزدیک نشوند. راه اندازی موکب مرکزی خدمات رسانی توز خرماتو به زائران اربعین در جاده یازینب و طبق فرایند جدید میکروپلاستیک ها به ماده شگفت انگیز و ارزشمند گرافن تبدیل می شوند. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. به امید دیدار.